و ما خبر بعدی در چند روز اخیر پاکستان با تغییر و تحولات گستردهای در عرصه سیاست مواجه شد عمران خان نخست وزیر این کشور برکنار و شهباز شریف برادر نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان و جانشین عمران خان انتخاب شد با توجه به روابط بسیار نزدیک و خوب نواز شریف با حکومت سعودی کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان پیش بینی می کنند با روی کار آمدن شهباز شریف گروه های وهابی و تکفیری در پاکستان قدرت فزاینده یابند که در این صورت وضعیت پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه سلام در این کشور روز به روز وخیم تر شود. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سه روز پیش یک شنبه در پارلمان پاکستان جلسه برگزار و امران نخست وزیر این کشور توسط نمایندگان پارلمان سلب اعتماد و از قدرت برکنار شد. پس از این اقدام شهباز شریف برادر نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که رابطه قدیمی و صمیمی با حکومت عربستان سعودی دارد به عنوان نخست وزیر پاکستان از پارلمان این کشور رأی اعتماد کسب کرد با نگاهی گذرا به وضعیت کشور پاکستان در سه دهه اخیر مشخص می شود که هرگاه نواز شریف و همفکرانش قدرت را در این کشور در دست داشتن گروه های وهابی و تکفیری قدرت گرفته و فعالیت های تروریستی به خصوص علیه شیعیان که بیش از 20 درصد از جمعیت دویست میلیونی این کشور را تشکیل می دهند افزایش یافته است گفته است در طول سه دهه اخیر نواز شریف در سه دوره مختلف قدرت را در پاکستان در دست داشته و نخست وزیر این کشور بوده است در هر سه دوره مذکور مدارس وهابی در پاکستان رونق بیشتری یافته و کمک های مالی فراوانی از عربستان سعودی دریافت می از سوی دیگر باید گفت گروه تروریستی داعش اولین بار در سال 2014 در شرق افغانستان اعلام موجودیت کرد اما در آن زمان با توجه به اینکه حکومت افغانستان شبه دموکراتیک بود دایشی ها و دیگر گروه های تکفیری فعالیت های زیاد و گسترده ای در این کشور نداشتند اما با روی کار آمدن دوباره ی طالبان در افغانستان گروه های تکفیری در این کشور یک بار دیگر جان گرفته و قدرتمند شدند. حال با به دست گرفتن قدرت توسط شهباز شریف در پاکستان و قدرت گرفتن دوباره ی گروه های تکفیری در این کشور به نظر می رسد داعش و دیگر گروه های وحابی و تروریستی قدرت فزاینده ای در دو کشور افغانستان و پاکستان بیابند به خصوص اینکه دو کشور با یکدیگر بیش از هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارند و همواره رفت آمد سنی های تندرو و تکفیری میان دو کشور امری طبیعی بوده است